تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیر ساده، روان، فشرده، قطعی. از اول که شروع کردیم به جزء 16 رسیدیم، سوره مریمیم و الان آیه 44. بشنوید. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابراهیم علیه السلام به عموش گفت این سنگ و چوب، این بت‌ها و مجسمه‌ها رو بذار کنار، نمیبینن، نمیشنون، نمشکلت رو حل میکنن. ای آیه 42. آیه 43 گفت عموجون خداوند علمی به من داده که به تو نداده، چون من علمم بیشتره تو باید از من پیروی کنی. آیه 44 عموجون یا عبته، همش میگه یا عبته، ای سومین یا عبته است. یا عبته عموجون، پدر جون، لا تعبد الشیطان، بندگی شیطان نکن. شیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان نسبت به خدای رحمان عصیانگره. یک یه بندگی شیطان نکن یعنی اطاعت از شیطان نکن، یعنی بت پرستی راه شیطانیه. همش هم با یا عبته. یا عبته نشون دهنده ادبه، نشون دهنده سوزه، چون در جای دیگه داریم که انبیا دلشون میسوخت، میگفت انی اخاف علیکم، من دلم به حال شما میسوزه. خب ان شیطانه، اسیان شیطان همیشگی بوده. ان شیطانه کان للرحمن عصیا، شیطان خیلی اونجایی که قسم خورد میخوام هدایت دو کنم گول زد، حالا اونجایی که قسم خورد گولتون میخوام بزنم چه خواد کرد؟ قرآن میگه که به آدم و حوا قسم خورد، قاسمهما، این قسم خورد داره حضرت آدم و حوا، گفت انی لکما لمن الناصحین، من خیرخواه شما هستم. اونجایی که قسم خورد خیرتون رو میخوام کلا سر آدم و حوا گذاشت. وقت اونجایی که قسم خورده که فو عزت یل اقویانهم اجمعین چه خواد کرد؟ اونجایی که گفت میخوام بابوسمت گاز گرفت، حالا اونجایی که میگم گاز میگیرم چه خواهد کرد؟ ان شیطانه کان للرحمن عصیا، تو اگر خدا رو دوست داری نباید دشمن خدا رو دوستش بشی، اون دشمن خداست. شما اگر من دوست داری دیگه مخالفین من نباید دوست داشته باشی. کان للرحمن عصیا. خب آیه 45 رو بشنوید. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. پدر جون من نگرانم که از جانب خدای رحمان عذابی به تو برسه و تو برای شیطان دوست و یاور باشی. یکی از دوستان از این چارتایی استفاده قشنگی کرده، میگه که امر معروف و نهی از منکر حضرت ابراهیم چهار مرحله اینجا امر معروف یعنی در نهی از منکرش که میخواست به عموش بگه بت پرستی نکنیم، چهار مرحله رو تک. مرحله اول، مرحله تقریبا لحنش لحن عقلی عاطفی بود، عقلی بود، چون میگفت این مجسمه ها لا یسمع لا یسمع لا یبصر لا یغنی، آخه اینا نمیبینن نمیشنون. بعد با لحن عبته لما تعبد ذهن سوال کرد، یعنی یا عبته گفت که عاطفه دوشه، لما تعبد گفت که وجدان تحریک بیفته. اول حضرت ابراهیم یه خورده استدلالش همراه با عاطفه و مهر بود، یعنی نازک بود. آیه 42. آیه 43 یه خورده رنگ فلسفی و منطقی بهش داد، گفت اصلا من میدانم، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اصلا من میدونم تو نمیدونی. خب وقتی من میدونم تو نمیدونی تو باید از من اطاعت کنی، این استدلال علمی منطقیه، جاهل باید به کارشناس رجوع کنه، تو نمیدونی. آیه سوم یه خود پررنگتر شد، که مرحله سوم، که پس مرحله اول عاطفی بود، مسئله دوم خبر داد، مرحله سوم ای تو بود که اختار که شرک اطاعت از شیطانه، شیطان عصیانگر خداست. پدر جون
تو دنبال بت ها میری این راه شیطونه، شیخ دشمن خداست. مرحله چهارم تهدید کرد، یا البته انی اخاف ان یمسه که عذاب من رحمان، خدایی که رحمانه و همه چیزش از رحمته، خدای رحمان به مشتک قهرش رو نازل میکنه. پس ببینید حضرت ابراهیم چهار تا یا البته پشت دم داره، یه البته ها رنگ و آب عاطفه داره و سوال و وجدانی. تو وجدانت بگو لما تعبد، ای که نمیشنوه، ای که نمیبینه، ای که مشکل تو رو حل نمیکنه، پس برسیم پرستش. لحن محبت. آیه دوم لحن فلسفه و منطقه، میگه با من میدانم تو نمیدانی، پس باید از من پیروی کن. لحن سوم هشدار میده که بابا این بت پرستی تو اطاعت از شیطونه، استدلال علمی داره، واسطه شیطون تو رو به بت پرستی کشیده. آیه آخر میگه قهر خدا رو چه پیش می‌کنی؟ انی اخاف علیکم، انی اخاف ان یمسه که عذاب من الرحمن. یعنی خیلی این مهندسی آیات قشنگه. خب خدایی که رحمانه خشمگین میشه، اگر بستگان پیغمبر منحرف باشن به عذاب مبتلا میشن. فکر نکن که حالا چون تو سیدی خدا کاری نداره، تو عموم نیست، تو ولی یمسته که عذاب من رحمان، عموی منم هستی. خدا علنا به عموی پیغمبر لعنت کرده، تبت یدا ابی لهب، بریده بود دست ابو لهب. ابو لهب عمو پیغمبره. انه لیس من اهلک، خدا به نوک و پسر تو از اهل تو نیست، باید غرق بشه. به لوط گفت تو سحر پاشو برو، ولی زنت باید جزو غابرین بشه، شک زیر رو میشه، زن تو هم باید نابود بشه. زن پیغمبر نابود شد، زن لوط. پسر نوح نابود شد، زن لوط نابود شد، عمو پیغمبر نابود شد. دین رو درواسی نداره که حالا من چون از خاندان سادات هستم نسل چندومم به موسی بن جعفر میرسه، کارت چیه؟ حالا بعدم اطاعت از شیطان، اول آیه 44 یه چیزی گفت، آیه 45 چیز دیگه. آیه 44 میگه لا تعبد شیطان، اطاعت از شیطان نکن. آیه 45 میگه اگر بت دست از بت بزنی ولی یه شیطان هستی. یعنی این اطاعت تبدیل به ولایت میشه. اطاعت مثل سیگار، سیگار کشیدن، مرتب کشیدی تبدیل به عادت میشه. اول میگه پیرو به شیطان نباش، بعد میگه ولی شیطان نباش، یار شیطان نباش. انسان اول محبت پیدا میکنه، بعد این محبت فرنگی شد دیگه عاشق میشه. عمو جون دست از این بوتا بردار، این بوتا راه شیطونه. بعد میگه عمو جون دست از این بوتا بردار، ولی شیطان میشی. اول میگه مطیع شیطان، بعد میگه ولی شیطان. اول میگه علاقه پیدا میکنه، بعد میگه عاشق میشه. ولایت خیلی مهمه، ولایت شیطان. خب این آیات نهی از منکر بود، همش با لحن یا ابته یا ابته. حال مقایسه کنید که عمو چی جواب میده. آیه بعد میریم سراغ برخورد عمو. موحد چجور با حرف بزنه؟ یک، با محبت. دو، سراغ فامیل خودش بره. چهار، تکرار کنه. یه چوب سفت رو ممکنه یه تبر بزنه نشکنه. نگو آقا گفتم گوش نداد به درک، نه آقا جون، هی بزن بزن تا بشکنه. در اذان هم میگه حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر، تکرار کن. ممکنه یک کسی رو با 4 تا تذکر گوش نده، با 8 تا تذکر بشه، 8 تا تذکر بشه. ممکنه تلفنی گوش نده، با تومار نمیشه، تومار نمیشه. ممکنه در قالب عروسی و عزا باد بهش وام داد، لابلای وام هم میشه باش نصیحت کرد، وام بهش میدیم. البته خیلی هستن مثل آهو هستن، آوا تا سالمن میدون، اما تیر که بهش خود میفته اونجا باید قصاب بره رو بشه قبله، سرش رو به قبله کنه، با بسم الله ذبح جاری کنه. افراد هستن تا سالم هستن امکان نداره گوش به حرف حق بدن، خیلی کج فکر میکنن. اما وقتی مریض شد تو بیمارستان، اینجا اگر هیئت پزشکان، اگر وزارت بهداشت و درمان ما، یا تیمی از پزشکای متخصص و خوشبیان و مذهبی و مکتبی
برای بالا سر بیمار، خب چه تا آقا جون تو هم چه شدی؟ بگه بخنده، داروشو ببینه، عمل جراحیشو ببینه، باش گپ بزنه، وقت لابلاش چهار تا جمله بگه. اونجا چون آهو یک پاش تیر خورده، ممکنه در روز زمینه شرایط اثر کنه به حرفش. این سالم بشه نمیاد پا منبر و مسجد. ما نباید از یه درباره چیم، فقط بگیم ما میگیم هر یلستار تو مسجد سخنرانی کن، هر که اومد اومد، هر که نیومد نیومد. باید از جاهای مختلف وارد شیم. قرآن میگه برای پیدا کردن یه یوسف لا تدخلوا من باب واحد، ای در وارد نشید. از چند تا در وارد شید برای که یوسف رو میخواد ببینید؟ ما همه یوسفای خیابون رو میخوام بگیریم، وقت ای در مسجد وارد شیم. بنابراین از در هنر، از در فیلم، از در ملاقات، از در محبت، از در سوغاتی، از در هدیه، از در دید و بازدید، از در عیادت، از اوه باید نشست طراحی کرد. لا تدخلوا من باب واحد. برای یک یوسف یعقوب گفت از یه در وارد نشید. وقت شما همه یوسف های خیابون رو بخوای از یه را جذبش کنی نمیشه. لحن های امر معروف مهمه و این خیلی هم عنایت هست که باید دقت کنیم که هر کسی رو یه جوری صحبت کنیم. این لحن ابراهیم تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله.